در ادامه تعینا در نهادهای دولتی، امارت اسلامی شیخ مولوی عبدالحکیم را به عنوان رئیس ستره محکمه تعیین کرده است. در یک اعلامیه امارت اسلامی آمده که شیخ محمد قاسم معاون قضایی، شیخ عبدالملک معاون اداری ستره محکمه و شیخ فردین محمد به عنوان رئیس اکادمی علوم تعیین شدند. د دې د قبضې سوتلې نه دي او دا هم کولای شي چې به طرفه په بي طرفي سره کار وکړي. اما بسیاری ها گزینش افراد نزدیک به امارت اسلامی را در نهادهای عدلی و قضایی انتقاد میکنند و خواهان بی طرف ماندن این نهادها هستند. کسانی که در لوی سرانوالی و در ستره محکمه و قضا قاضی القضات و غیره جا مقرر میشن، متاسفانه از یک گروه که گروه طالبا هست مقرر میشن. در این حال برخی از شهروندان کشور از امارت اسلامی میخواهند که نهاد قضایی دولت را مانند حکومت گذشته سیاسی نسازند و به پرونده های فساد به گونه شفاف رسیدگی کند. قبلا در نظام قضایی ما شاهد رشوت گرفتن، شاهد فساد بسیار به پیمانی بسیار بیشتر بودیم. اما از این دولت ما خواست داریم و توقع ماست که در این نظام پول با قانون عوض نکنند. با آن عزمی هستیم که فساد اداری گم شود. قبلا به بعض دوستیایی که بود مردم رشوت می گرفت و کارهای غیر قانونی صورت می گرفت، از دولت فعلی انشالله امیدوار هستیم که نخواهد این کارها شود. این در حال است که در حکومت پیشین صدها پرونده سیاسی نظامی در ادارات قضایی دولت بررسی ناشده باقی ماند و حکومت خواسته و یا نخواسته نتوانست آن پرونده ها را بررسی کند.